بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بالا خداوند مسئله خانه عنکبوت رو زد که کسی که خدا رو رها میکنه و میره به غیر خدا میچسبه مثل به خانه عنکبوت متوسل شدن، یه سسته پاره میشه میره. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، خدا رو غیر خدا رو ولی خودش کرده، صاحب اختیار، ارزشی ندارن غیر خدا، مثل عنکبوت یه خونه درست میکنه دست میزنه همش خراب میشه. بعد پشتش میفرماد آیه بعدی که آیه بعد این مسئله رو خدا میزنه برای مردم و ما یعقلها الا العالمون. یعقل یعنی به عقل، عقلی که مردم در میارن، عالم، عالم دانشمندها اینو با عقل در میارن. یه مطلبی که به شدت بهش توجه شده داستان عقل در قرآن روایات. ببینید الان همه ما که اینجا نشستیم علی ظاهر عاقلیم، به دلیل اینکه دیوونه نیستیم. هم دیوونه دیوونه که میبرن امین آباد نمیشه، نه دیوانه، عقل داره. بعضی خب نه، دیوانه خوب، عقل نداره. این نعمت عقل که خدا داده، بله، کسی عقل نداشته باشه نه تکلیف شرعی هم نداره، کارش دیوانه رو نه نمازی نه روزی، نه این همه عقل شروع میشه. تو روایت ها داریم خداوند عقل رو که خلق کرد به عقل فرمود اقبل، بیا. خدا به عقل دستور داد، اون اومدش گوش کرد، فرمود ادبر، برو، رفت. یعنی گوش به حرف خدا عقل کرد. خدا قسم خورد به عزت و جلالش که من مخلوقی را از تو محبوبتر خلق نکردم و به هر که بیشتر دوستش داشته باشم از تو بیشتر بهش میدم، چون العقل ما عبده به الرحمن. عقل اونه که خدا رو معبود قرار میده، عقل میگه خدا رو اطاعت کن. عقل وقتی انسان داشته باشن، انبیا رو که خدا میفرسته دلائل همراهشون میکنه، معجزات. عقل تو میگه این درست میگه، عقلی حکم میکنه، گوش کن به حرفش، معجزات رو باور میکن. عقل از عقل متوجه میشه. الان پیغمبر اسلام، اما پیغمبرها معجزه می آوردن چون بالاخره باید ثابت کنن من از با خدا ارتباط دارم، از طرف خدا میگم. بالاخره پیغمبر ما پاش از غار حرا گذاشت بیرون که کارشو شروع کنه، چه بخواد چه نخواد 17 تا معجزه همراهش کرد خدا. یعنی یه چیزی که فقط خدا میکنه، اگه نکنه نمیشه. مثلا سایه نداشت مقابله نور، نه روز نه شب، حتی روی نورام سایه نمیافت. تعجبم جسم ماده نور سایه نداشته باشه چرا؟ ائمه همه سایه داشتن ولی امام زمان هم سایه نداشت. معجزه مالیشون بس.
خب ببینم تو تعجب کردم، همیشه بودم به روز بود، حالا آفتاب افتاده همه سایه هاشون افتاده، ایشون اصلا مثل اینجا کسی اینجا نیست، انقدر سایه نداره، چی شده چرا؟ و پای خدا رو میدیدیم وسط که خدا کار کرده که آقا این کار راست میگه، من ببینید سایهشون نمیذارم چی میشه. بله بگن اول کسی که این لغت ها رو گاهی زلمه هی درست کردن تو تاریخ مونده، زمان هارون رشید یه نفر به ذهنش رسید لقب دادن به هارون رشید ظل الله، یعنی سایه خدا. ما بی خودی میگن بهلول، بهلول دانشمندی بود تا خودش به دیمون زیگ زده بود رو مصلحت های، میگن پسر خاله بود به هارون، اینو حسن حالا علت داره که دیمون نگون. این دنباله میگفتن ذل الله، دل میرفت دنبال هارون میگفت خدایا نمیشد تو هم مثل پیغمبر سایه نداشتی، آخه این ذل خداست، تو هم مثل پیغمبر سایه نداشتی که ذل الله نباشه در خدایا نمیشد تو هم مثل پیغمبرت بی سایه بودی. حالا اون بی خودی. بله ببینید عقل خیلی صبح شب باش سر و کار داریم. عقل من الان ایمان به خدا آوردم، همون عقلی که خدا داده. بله آیات الهی رو میبینیم چه اینا، خوب قبول میکنم. تقریبا در 15 سال 20 سال پیش بود یه انیشتین تو آمریکا موحد شد. این که میگم انیشتین، علم انیشتین خودش رفت، ولی علم هست تو کتاب ها، علماش هست، شاگرداش هستن، حالا تازه با سواتر هم شدن، هی علم داره جلو میره. یکی از همینا، یعنی واقعا در این نخیر چیز کرد که من قبول کردم که یک نفر و یک قدرت و یک مقتدر و یک مدبر این جهان آفریده داره اداره میکنه، خودش درست نشده. خیلی باش بحث کردن، گفتم خودش نمیشه، من انسان که اینجا نشستم که اصلا بدن خودم هیچ سرم در نمیارم، انقدر سر در نمیارم که دکتر میرم چمه نمیفهمم، من که خودم بدنم درست نکردم، با مننم که درست نکردم و یه جمع هم کرد و فلان کار رو نکرد، چه خبر ندارد گاهی این بچه پسر یا دختر یا حامله شده. این همه نظم تو این بدن، نظمی که خدا میدونه به یک هزارمش هم تا حالا دانشمندان نرسیدن، میدونن هست تو دیگه سر در نمیارن، خودش شده، خودش شده که عقل نمیپذیره، خودش چجوری شده. حالا بریم توی بیابونه یه خونه خیلی مختصر، نه حالا خیلی مفصل، آجر و در و اینا، سقف و اینا، بگن آقا این باد اومده و اونم چی شده و چی شده، این آجر شده و اینجا اومده و بعد باد اومده و خودش خلاصه شده، شما زیر بار نمیرید، آقا آجر آوردن ساختن یه نفر با باد و بارون که خودش 10,000 سال این کارا نمیشه. من با باور میکنیم این درخت منزله ایمانی که خدا میدونه چه عظمتی داره توش میگذره، میبکن آب رو میبرن تو برگ ها، بعد تو برگ ها غذا درست میکنن برای چه، بر بگرده آب، گفتن یه درختی درست کردن خارجی های گفتن هست تو درست کردن، این آب که میره بالا با رنگ و اینا نشون میدن درست کردن، داغ من آب میره میاد، این خودش میکنه، یعنی این همه نظم، این همه عظمت، خود درختی که شعورم نداره، علمم که نداره. الان تو بدن ماها گلوبول سفید داریم، گلوبول ها قرمزن مال خون، به همین خاطر رنگ خونم قرمزه، گلوبول سفید خیلی کمند اینه که، ولی رنگشون قرمز نیست گلوبول سفید. اینا شغلشون مبارزه با میکروب هاست. در حدود مثلا 20 سال پیش، حالا هی عوضم میشه، حدود مثلا فلان قد میکروب تشخیص دادن که میکروب های مضر هستش، عددی این میکروبا وارد بدن که میشن سم ترشح میکنن، واردش گردش خون که میشه سم، گلوبول سفید میرسه به این سمه، موجود زنده است، ضد این سمه رو درست میکنه. خب مواد اولیه‌اش از کجا میاره؟ از همین مواد بدن، زرد چه خوردی، آبوش خوردی، چه خوردی، از همین موادی که خوردی. الان اگر این سم رو بذاریم در اختیار 8 میلیارد بشر، اولا کم تشخیص میدن این سمه چیه، چون این شیمی عالیه، گاهی تشخیصش هم مشکله براشون، بعد بگن ضدش رو درست کن نمیتونن،
بنا تمام دنیا در اختیار ضد اینو درست کنیم که قاطیش کنیم خونسا بشه. گلوله کجا بلده؟ نه مغزی، نه عقلی، نه درسی، نه آزمایشگاهی، نه هیچی. از این مواد داخل خون ضدش رو درست میکنه، خودش میکنه. این دیگه خیلی خریت آدم به چیزی بی خودی. آخه خودش چجوری بکنه؟ خدا میکنه توسط این، میگن مسبب الاسباب، این سبب اونه ولی مسببش خداست. میگن این پرچمه داره تکون میخوره تو هوا، نگو خودش تکون میخوره، دقیقا هم تکون نمیخوره، این باد داره تکونش میخوره، باد شما نمیبینی، نمیبینی که نمیکنه، نیست اگه باد نباشه که تکون نمیخوره. اگه خدا نباشه این گلوبوله آقا چه میدونه این سم به چیه زدشو درست کنه که بعد خونسا بکنه، بعد بیان بردارن اثر از بین ببره، بعد هم بردارن دفعش کنه، بعد هم دفعش کنه. چه خبر این عظمت ها؟ اون وقت این که آفریده مدیر مدبر بلده، آخه اینا خیلی هم علم میخواد. یه دونه دوچرخه رو شما دقت کنین چقدر مطلب سر هم کردن تا بتونی سوارشی را بریم، ما چیزی نیستش. امیرالمومنین فرمود اگه تمام جن و انس که پیغمبرام جزش باشن، چارده معصوم هم جزش باشن، همه باشن جمع بشن بخواند یه پشه بیافرینند با مواد اولیه باشه، مواد باشه استفاده، نمیتونند. اینه که نمیتونند هیچی، حتی تا ابد نمیفهمند از کجا شروع کنند، از کمر شروع کنند، از پا شروع کنند، اصلا این هم نمیفهمند. ما سر دارم چه عظمتی به کار بروی چیز بیزویز میکنه و غذا میخوره و تولید مثل میکنه، خب بلد نیستیم بیرم. الان شما یه هواپیما میخوای بنشونی، حالا اینا که باش کار دارم چقدر مشکلات دارم، چی چقدر مهندسی فلان تا بتونه یه جا بشین. گنجش که میپر از این شاخه رو شاخه میشین، این همون فرمولا انجام میگیره کاملا. چیکری میکنه؟ چه با پاش، با دستش، با بالش، با سرعتش فلان، خودش میکنه. این همه هزارها مهندس تا تونستن اینو حل کنن، این گنجش که از همه هزار تا مهندس عالم‌تره، نه خودشم میگه آفریدگار داره، خالقی داره. اینا عقل تشخیص میده، عقل انسان میگه. حالا شما دیوانه اینو تعقل نداشته باشین رو بفهم، ولی عقل تشخیص. اینجا در سوره رعد، آخرین آیه سوره رعد، سوره رعد سوره 13 قرآنه بعد از یوسف، در این آخرین آیهش که دیگه سوره هم تمام میشه، صفحه 255 خدا میفرماد، اون بالای صفحه دو خطه، آیه 43 سوره رعد آخرین آیه است. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن توی محمد مرسل نیستی، یعنی خدا نرفسادته، تو از خود دروغ اومدی میگوی من خدا فرستاده، نیستی تو مرسل. حالا خدا خود جواب بده دیگه، میگن تو نیستی مرسل. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بگو این که خدا شاهد بین من و شما از کافیه. خدا چه شهادتی میده؟ گفتش که قاضی نشسته بود تو محکمه حساب، آقا مثل محکمه دکترا هم روز زمین در باز میشه، قاضی نشسته بود، یه بار با رفیقش رد شد، دیده این پلو آقا قاضی کسی نیست، گفت بیا من شکایتی دارم آقا تنهاست. رفتن تو، رفیقش هم بود، گفت آقا من به فلانی مثلا 2 میلیون قرض دادم، 2 ماه به دیگه بده، گذشته نمیاره بده، شکایت. قاضی فرمود که 2 تا شاهد بیار که شهادت بدن شما 2 میلیون به این آدم خاص دادی و زمانش رو همه و زمانش هم گذشته، تا من اقدام کنم، یعنی بفرستم مأمور بیاردش جلبش کنه. این شاهد نداشت. گواه قاضی خدا شاهده دادم. بعد خدا گواه شاهد بیار خود. باز گفت خدا شاهده من دادم. چه بگن قاضی بیشه؟ گفت نه شاهد بده. گاهی قاضی خدا شاهده داد. این رفیقش دید هرچی میگه خدا شاهده، اون توجه نمی کنه. گفت بیا بریم بابا، این قاضی خدا سرش نمیشه، هرچی میگه خدا اصلا محل نمیذاره. خدا شاهده چیکار کنه قاضی؟ چجوری خدا شهادت بده؟ این که میگه کفا بالله شهیدن، من خدا شاهدم بینی و بینکم، بگو بین من و خدا، خدا شاهده. شهادتش همین معجزاتشه، خدا در شهادت میده. خب همه سایه میندازید، این نندیم نمیزه چیه من دارم میکنم، یه معجزه.
یه معجزه دیگه، حالا 17 تا بود، حالا اینو بهتر طرف ممکنه بگه این یه راهی فرمولی بلده، حالا بعد یاد میگیریم. هر لباسی رو اراده میکرد بپوشه اندازش میشد، چون میدونستن یه همچه معجزه داره، میرفتن یه پیرن درست میکردن، آستینشو میکردن، یکی از آستیناشو 17 متر تا میکردن تا قش. یا محمد اینو بپوش، تا شروع میکرد اینکه 10 بار پروف کرد. خب فقط کار خداست، خب کسی دیگه این کارو نمیتونه بکنه. اصلا لباس سیسمونی ببره، یا محمد بپوش، هم شروع میکرد اینکه 10 بار پروف کرد. خب من و شما اینجوری نه. من شد ده بارم که فروب میکنیم بازم بدقیافه بسیده. معجزه دیگرش بوی بدنش بود. شما فرض کنید بدنش رفته تو حمام، حسابی هست شسته حسابی چی، ولی بوی بدنش میومد بیرون که هیچ عطری همچه بوی خوشی رو نداشت. و اگر پیغمبر این در رو باز میکرد، پاشو میذاشت تو این سالون رو برمیگشت، تا سه شبانه روز این بوی اینجا بودش. عطرها اینجور نیستن، شما یه سطل عطل هم خالی کنی نصف روز با میره. بود تا سه شب، تا روز دوم خفیفتر، سوم خفیف و چهارم نبودش. از این بود دیگه میدونستن که محمد سه روز پیش اینجا رد شده، اما چهار روزه اینجا رد نشده. از بوی شدید عادت که فعلا اینجا ها هستش، خودش بو میداد بدن، بوی خیلی عجیب عطری میداد. حالا با اینکه ایشون عطر دوستاش میزد به ما یاد میداد، اینم یه معجزه. یه معجزه این که به محض اینکه از شهر خارج میشد ابر میبد، آفتاب بالا سرش، شهر دیگه که داخل میشد ابر میرفت، تا تمام عمرش همینطور بودش. من داریمش من و شما اینو. یه معجزه دیگه، پرنده ها از بالا سرش پرواز نمیکردن، میدیدن درم میرن قوس میگیرن، حشرات رو بدنش نمیشستن، میدیدن. خب اینا رو، حالا از اینا همه مهمتر، ایشون همه رو میشناختن. حالا یه آدمی شما از قفقاز، از کوچه میدونم، یه جای پیدا کن بیار، پیغمبر تمام مشخصاتشو میگه، حتی مشخصاتی که خودش نمیدونه. میگه موهای بدنش چند تاست که ما خودمون نمیدونیم، میگه چند تا نفس تا حالا کشیده، چند تا نفس دیگه میکشه، حتی قبرش کجاست، تو بهش جهنم این کجاست، همه رو میدونه. این علم کی بهش داده؟ عیسی ابن مریم تو قرآن ما تدخرون فی بیوتکم، میگفتش که تو خونه هاتون انقدر نخود انقدر لوبیا ذخیره کردید، آیا کجا اومد تو خونه من؟ اینا به پیغمبر کلی همه چی رو میدونست. علم کجا داره؟ به همه زبان ها به بهترین لهجه حرف میزد. حالا من یه عمر عربی میخونم، نمیتونم عربی با عربا حرف بزنم، تمرین میخواد، با کتابی فرق میکنه. به همه زبان میومدم پلوش خواهد، زبان های مختلف وقتی حرف بزن، اصلا مثلا رشتی که حرف میزد میگفتن این پاشو از رشت بیرون نذاشته، انقدر قشنگ حرف میزد. تهرونی که حرف میزد میگفتن این بچه ناف لاله‌زاره، انقدر قشنگ هم حرف میزد. و کجا این لهجه اینا؟ میگن حدود 2009 زبان داریم، یکی دوتا نیست، خیلی زبان هم. این خدا بهش داده. خب آخه این پیغمبر که بچه بوده توی شهر بزرگ شد، جایی نرفته، حتی درس هم نخونده، برای هیچ کس هم درس نخونده، از کجا؟ ابو هاشم جعفری میگه خدمت امام علی نقی بودم، یه هندی آمده بود سوالی کرد از آقا، من تا عربی بلد نبود، مثل ما که عربی حرف میزنیم، این لغت لغت میگه، آقا هم حوصله کرد لغت ها چید پلو همو، بالاخره یه سوالی کرد. سوالش که تموم شد، آقا به زبان هندی فصیح شروع کرد بهش جواب دادن. شما هندی بلدید؟ فرمود اگه زبان تو رو ندونم که چه امامتی دارم به تو بکنم؟ من که زبان تو رو نمیفهمم، من بخواهم که غلط امامت باشم. ابو هاشم میگه من خیلی تعجب کردم، این نیم ساعت اینا هندی حرف میزنن قشنگ حرف. میگه همچه رب خیلی شما چی تو زبان آقا میشه هندی رو؟ گفت یه ریگ اونجا بود، را ظاهرا ریگ تمیزی بوده رو هرچی. آقا فرمود که ابو هاشم اون ریگ رو به من بده، گذاشتن تو دهنش، خیس شدش. ابو هاشم تو دهنت بذار بمیک تریشو. گفت کردم. گفت دیدم یهو وضعم عوض شد، یه جور دیگه شد. به 80 زبان مشهور اون زمان گفت این زبان مادری آشنا شد، یعنی حرف میزدم این زبان مادری. خدا داد بشه دیگه، خدا بخواد بده خود داد. گفت من همه زبان ها رو میزنم. حالا داوود و سلیمان که زبان پیغمبران بجا منطق و تر میدونستن، البته پیغمبر محمد میدونست.
خب این شهادت خداست. خب من بهش یاد دادم که ببونین، اون وقت هم این پیغمبر که پول از شما نمیخواد که، آمد بگه برای رسالت یک قرون بدیدونه، حتی سلام هم توقع نداره، خودش زودتر از همه سلام میکنه، حتی به بچه ها سلام میکنه. این تواضعی که داره، پیغمبر خیلی متواضع بود. اگه الان شما تو کوچه برسید به امام زمان، خب میخواد احترام کنه دیگه، رو عادتی که دارید بشناسید امام زمانه، چیکار میکنید؟ سلام میکنید، احترام میکنید، خیلی تواضع میکنید مقابلش. ولی امام زمان بیش از شما جلو شما تواضع میکنه، بیش از شما، چون نوبسی همین پیغمبره. خدا تو این قرآنش در سوره شعرا، ببینید سوره 26 قرآن چه دستوری داره به محمد میده. من سوره رو میارم قیافه آیرم ببینید. اینه سوره 26 قرآن، سوره شعرا. آره حالا اون دستور همه آخراشه، الان چشمم میخوره. میفرماد وقفز، بله صفحه 376 خط پنجم از بالا بیاد پایین وسط های خط. وقفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین. خفز جناح این تواضع، پیغمبر تواضع کن اون مؤمنایی که حرف تو گوش میکنند. شهید اول دانشمند بزرگ کتاب نوشته، نوشته که طبق این آیه بر هر معلمی واجبه که جلو شاگرداش کوچیکی کنه، چون پیغمبر معلم کله، بهش دستور داره میده جلو شاگردات کوچیکی کن. تا ما بعد اسوه‌مونه دیگه، بعد این پیغمبر اسوه، چون من تبعک، یعنی اون که گوش میکنه حرف تو، پس گوش کرده یاد گرفته عمل میکنه. میگه طبق این آیه باید هر معلم جلو شاگرداش وجوب داره تواضع کنه. شوخی نگیرید، فقیه بوده، دانشمند بوده. آیه قرآن، این آیه رو به پیغمبر میگه. یه جا دیگه قرآن هم سوره احزاب به ما میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، باید پیغمبر هر کاری میگه شما بکنید، به همتون میگه به هم. یه جا دیگه هم قرآن میگه وحفظ جناحک للمؤمنین اتبعک، نداره بازم گفته خفص جنا، اونقدر تواضع میکرد که شما نمیتونید اونقدر تواضع کنید، چون این آیه رو اون خوب عمل میکنه. خب چیز نمیخواد، اون وقت حرفا همه درسته، حرف غلطی نمیزنه، هر حرفی رو فکر کنید با عقل. میگه بت نپرستید، دلائلم میگه. خب شراب نخورید. خب خیلی از خارجی ها که شراب اونجا فراوون میخورن، بعضی ها به خاطر ضرراش نمیخورن، کاری به دین ندارم، ضرر داره نمیخورن، شراب اخه چیز مضره، قمار نمیکن. حرف هم حرف درستیه، زنا نکن، ازدواج کن، حرف هم حرفای صحیحه، عاقلانه است، همش با عقل معمولی. اصلا امام موسی بن جعفر فرمود لو علم من علم الناس محاسن کلامنا، اگه مردم دنیا زیبایی کلام ما رو درک کنن همه مؤمن میشن. می خیلی قشنگ اینا میگن، نه همه چی رو درست میگن، همه حرفا تو هم میسر. خب این عقل دیگه، با عقل باید اینو در بیابیم. خب حالا آمدم سراغ سوره، میگه تلک الامثال و یعقلها عالمون. خدا توقع داره از عقلمون خیلی کمک بگیریم. ببینید تو رساله ها ممکنه حالا اینو نشنیده باشی، شما اینم بشنوید. اول احکام تقلیده، الان شروع شد رساله های خمینی، احکام تقلید 14 تا گفتن، تا 14 احکام تقلید. تحرر وسیله که یک کتاب فقهیه، از این یه خورده مفصل تره، 34 تا مسئله در احکام تقلید داره، 34 تا، یعنی 20 تا بیشتر داره. این عروت الوثقا که مفصل تره، 72 تا مسئله راجع به تقلید داره. و این مسائل تقلید هیچ کدوم تقلیدی نیسته، اینو مخواستم نمیدونیم، اینا رو خودمون باید تشخیص بدیم. ما تا بلد نبودیم یادمون دادن، ولی تقلید نمی کنیم. من هنوز اصلا از خمینی تقلید نمی کنم که احکام بخونم، وقتی بنا میگذارم تقلید کنم از احکام آبها فقه شروع میشه. این احکام آبها رو دیگه با عقلشون نگفتند و با چید، احکام شهر آب و یا مطلق است یا مضاف، اینا دیگه حرفای آسمانه، اینا همش استنباط خودمون. احکام تقلید هیچ کدومش تقلیدی نیست، همش عقلیه، خودتون بعد اینا رو میفهمید، بلد نبودیم یادمون داد، تقلیدی نیست. الان شما کتابای فقه های سابق بیارید، اصلا احکام تقلید نداره، از آبها شروع شد. آخه من تقلید از آقا نمی کنم که اینا چی، من تقلید نکنم، تقلید نکنه تقلید بکنم، تقلید بکنم که حرفا اگه بخواد فتوا باشه. بله احکام تقلید همه عقلیه.
ما عقل رو به تبعیت داریم میکنیم. من وقتی ایمان به خدا بیارم، به رسول بیارم، به آخرت بیارم، عقلم میگه خدا رو اطاعت کن. خب از کجا خدا حرفاشو از کجا یاد بگیرم؟ عقلم میگه پیغمبر یعنی پیام آور، اون پیام آورده پیغمبرا، اینم آخرشونم که ایمان آوردی پیغمبر. خب برم بپرسم پیغمبر، پیغمبر که نیستن چیکار بکنیم؟ اینا همش که حرف عقله. خب کتابش قرآن، نمیدونم روایتاش، حرفاش که مونده. اینه که یه سری هم دنبال همین کار را افتادن، پیغمبر چی فرموده، روایت ها چی، هم رساله ها، بله اینو بلند میخونن، میخونن سر هم میکنن. این حکم عقل همش. خب این پیغمبر چی میگه؟ عقل داره به تو میگه فرمان ببر. اصلا آیه ای که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اطیع الله، یه وقتی یادم میاد که از امام جمعه ها داشت سخنرانی میکرد تو نماز جمعه، میگفت این آیه ارشاد و حکم عقله. یعنی آیه تو قرآن هم نبود، عقلم همینو میگفت که خدا را اطاعت کن، ارشاد به حکم عقل، خدا را اطاعت، رسول را اطاعت. خلاص از طرف خدا آورده که نمیخوای اطاعت کنی، رو عقل خیلی کن. خب حالا ما رفتیم اطاعت کنیم، مثلا زمان ما سه تا را عقل من و شما میذاره جلومون. این مسئله اولی که میگن عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشه، اینا همش عقلیه. بلد نبودیم یادمون دادن، یه بچه تو درباز کردن بهش یاد میدن، هم کفش پوشیدن یاد میدن، حالا یادش بود، ولی این تقلیدی نیست، باید بلد باشه، عقلش بکن. خب من اصول دین رو باید خروپا خودم واسم، خودم یکتای خدا رو، قیامت رو، انبیا رو، این را قبول کنم. حالا که قبول کردم، حالا عقلم میگه خب این خدا و پیغمبر که قبول کردی، خب دستوراشو اجرا کن. سه تا راه عقل میگه که اینام میگن، یا برو درس بخون بشو مثل ناصر مکارم، از قرآن روایت در بیاری همه رو، طول میکشه. یکی ازی میگفت خیلی طول نمیکشه، این یه تکفا میره ترمینال جنوب، ولی شوخی میکرد، میره قم، یه نیش ترمز 30 سال درس میکنه، یه نیش ترمز. اگه درس بخونی ها، اگه نه 30 سال هم بخونی چیزی نمیفهمی، درس بخونی، چون درس زیاد، تا بفهمی از قرآن و روایات چجوری در بیاد. آیت الله سعیدی میفرمود آقای خمینی درس خارج اصول شروع کرد در قم، ایشون بوده درسش. اصول قواعدی است که یاد میدن که با این قواعد از قرآن و روایات احکام در بیارید، اصول سه همین. گفت ایشون درسش کم تعطیلی ترین درس ها بود، آخه درس ها گاهی تعطیل میشه، نه تبدیلی که کم داشت، و منظم ترین درس ها، و 22 سال طول کشید. اینقدر درسه، خیلی باید درس بخونن تا بتونن قرآن رو باید چجوری در بیارن. رفته بودیم به وقتی زمان طاغوت بودش، داشتیم رفتیم خونسار، اونجا رفتیم شهرستان اونجا نزدیک خمینی، بله دوست داشتیم ببینیم این یه جور شب اونجا می‌خواستیم بمونیم، هنوز انقلاب آقای رجب بودن اون وقت، اون وقت بودش. یه پسره داشت بحث میکرد تو اتاق، به من گفتن این آقای یک آخوندی هست اینجا، این شروبر میگه پشت سر مراجع و خلاله، با اینکه آخونده، اصلا انقلاب پیروز شد، خلل لباسش کرده، انقلاب خرابی بود. حالا گفت این پسره همسه هم گفت، گفت از قوم خشای مصرف طلبه شده، مورد حرفا این شده. من تو حیات وضو میگیرم، گرفتم صدا میامد، داشت بحث میکرد، داشت اشکال باید تو گل پایگان. خب بچه چون تو از راه رسید های گل پایگان، های اشکال رفتیم سالت باقید خوش اخلاقی با چی اینا، تو شما این اشکال میکنید چه من گفتن اینو، نمیدونست من کار آخوندی و اینا، دلیلش یا آیه قرآن خون، آیه اولش واب داشت، مثلا همین آیه صفحه که جلو من 402 اولش افشه ولا تو جادلو، با واب شروع شده. حتی آیه بعدی هم با واب شروع شده، میگه و ما و کذالک، حتی آیه بعدی هم با واب شروع شده، بعض وقت آیات با واب شروع میشه، هم مثلا اولش واب بود. گفتم که ابن حاجب تو مغنی 174 تا معنا برای واف کرده، همان فرق داره با هم، همه رو از قرآن مثال زده. این واف کدوم وافه؟ سب درست تخونده، یه رفقه داشتیم اعصابون شده دستش، گفتش که اگه 20 تاشم بگوی من الان 20 هزار، اون وقت 20 هزار من زیاد میشد خونه بد میدم. خب با اعصابون اعصابت شده که چرا کنم، بلند
شب رفتیم بخواب، حالا اون که چی شد قصیتش کردیم که آخ آخ مادم اشکال میکنه آخ تو در مرتبه نیستیم. این رفیق ما اومد بخوابه، از چند وقت ندیدمش، اما بزرگتر بود زال بخواب، گفتش که آقای خاتمی راست راستی 174 تا معنا باب داره، یا همونجوری چیزی گفتی؟ گفتم نه بابا هستش. اول 12 قسمت کرد، حالا اگه مغنی کسی داره میتونم شبی بره بخونه بر تو بخش حروف کلماتمون گفته. اول 12 قسمت، اما هر قسمتی هی منقسم شده تا شده 174 تا. شروع کردم به گفتن، یادم بود گوشم بکرد درس خونده بود، یه 10 دقیقه حوصله کرد دید والا ادامه داره، راف کشه سرش گفت مخم پوکید بلش. گفتم راستاسی اینقدر معنا داره؟ آدم در اول بار میشنوه نمیدونم واو اینقدر معنا داشته باشه. خب با خوندین درس خب ادبیات خب بخونیم دارم نخونیم نمیفهمیم این آیه واو مستعنف هست، واو معص، واو قسمه، واو نمچیشیه، واو عطفه، عطف ما سبق به ما لحق، ما لحق به ما سبق، عطف متعایه که اسم داره 174 جور واقعا درست هست همه اینا. خب نمیشه خواهد شما اینا ندونی، خب نمیتونی که خب برخواه بهتون درس دیگه بد بود. مگه پزشکی با دو تا صفحه آدم میتونه دکتر بشه؟ خب این همه طول میکشه بالاخره. خب یا بره مجتهد بشه، یا بره حالا از مجتهد تقلید کنه اینکه در راه رو رفته، یا احتیاط کنه. احتیاط کار سختی است، همه فتوا رو بدون و دست بالا عمل کنه. اینا همه احکام عقله، عقل در این حرفا رو میزنه. حالا اگه رفتیم تقلید کنیم، دو تا مجتهد بودن فرضه، میبینیم یه جاهای فرق دارن با هم، چیکار کنیم؟ آیت الله خامنه میگه هبه خمس نداره، آقای سیستانی میگه هبه خمس داره. یه آقای وقتی تو بانک درس داده بودم منو میرسون، رئیس شعبم بودش، در خونه یادمه تو کوچه که آقای خاتمی کدوم آقایون هبه رو خمس نمیخواند؟ دم چیکار دارید؟ با هم رفیق بودیم، گفت میخوام برم ازش تقلید کنم. این جلو جلو داشت خط میداد به مراجع که اگه هبه رو خبس نمیخواد برم تقلید کنم، آنیست بهش میبخشن پول. خب حالا چیکار کنیم اینا؟ بدیم ندیم؟ بالاخره آقای خمینی میگه که شما سرگردن اول بشور در قوس، بعد سمت راست تو، بعد سمت چپ، اگه نه باطله. سید علی سیستانی میگه نه، سرگردن که احتیاطه، اول بشوری ولی سمت راست و چپ و با هم هم بتونی بشوری، چپ هم جلو بشوری اب نداره از راست. خب میخوام قص کنیم جنوبی زیر دوش واسدیم، چی کار کنیم آخه؟ به کارمون لنگه. خب چه بکنیم؟ اینا فتواشون فرق میکنه. عقل میگه که تحقیق کن ببین کدوم با ثبات ترند، کدوم سابقه علمیشون بیشتره. یه هم بیشتر از این مضمون نمیاد، اعلم میگن. بله خب حالا میخوام اعلم، آخه من اعلم نمیتونم تشخیص بدم. گفتن تو اینا هم چون بلد نبودیم تو رساله گفتن مسئله سه، میگن مجتهد و اعلم ها از سه را میتونید بشناسید. اول اینکه خودت یقین کنی از اهل علم باشی بتونی. الان یه نفر از این در بیاد تو واقعا بگه من مجتهدم، محال شما بتونی بفهمی مگر خودت مجتهد باشی. این یه کلم دو کلام نیست، خوب بلدی. حالا چرا اینو میگم؟ میگه من مهندس موتور هواپیما. به کسی این کاره باشه بفهمه درست میگه یا نه؟ اگه نه چه میفهمه؟ آیا اسم میگه یه کسی این کاره؟ چرا میرم با هم صحبت من میگه هست. بله فقه اجتهاد هم همینه، باید خودش باشه تا بتونه بتشت. خب خودش که مجتهده میخواد بفهمه برای چی؟ خب میخواد بدونه مجتهده یا نه، نمیخواد تقلید کنه ولی میتونه. دومی که دو نفر اینجور آدم که عادلن بیان بگن، سومی که عده اهل علم که بتونن تشخیص بدن. ببین اینا راههای عقلی هم که تجوری تشخیص بدیم. ولی ایناست دیگه. حالا برگردیم جریان عقل، عقل مهمتر از ایناست. این قرآن کریم بحث بت پرستار کشیده جلو، گفته حالا جاهای مختلف قرآن بهشون میگن آقا چرا بت میپرستید؟ میگن بابا هامون میپرستیدن، ما میپرستیم. انا وجدنا آباءنا علی امه، بابا هامون اینجور بودن، و انا علی آثارهم لمقتدون. خدا یه جای قرآن میفرماد آیا اینجور نبوده که باباهاشون عقل رو به کار نگرفتند؟ لا یعقلو. یه جای دیگر قرآن میفرماد آیا اینجور نبوده که باباهاشون علم نداشتن، جاهل بودن؟ او این کتاب از علم و عقل دفاع میکنه، از عقل و از علم دفاع میکنه. یه مبلغ مسیحی بودش، حالا چی شد و چی شد اون مفصل بحثمون شد دیگر، اتفاقا هم که باسده بودن
20 نفر بودن غیر از من و یک پسری که منو برده و همه مسیحی بودن. بله خودش هم بحث شروع کرد، من میدونم هیچ فایده نداره، ولی اون بحث شروع کرده، ما گرفتار شد. بحثمون این بود که آقا بهش گفتم برای عیسی ابن مریم چند تا کتاب نازل شده. این مبلغا میان خیلی جسشون خرابه، میدونن چی میخوان بگن، هیچ جواب نمیداد، هم میدونن بعدش چی میخواد بشه، هی تفره میرفت که حالا نمیم چی چی. گفتم آقا میدونم انجیل 24 ساعت مفقود شد، 4 تا از شاگردای عیسی ابن مریم برنامه متا و اینا و خاطراتشون رو گفتن، بعد انجیل پیدا شد. گفتم الان شما چند تا انجیل دارید؟ نمیگفت. حالا خب مسیحی هم داشتن گوش میدن، اده زن مرد. من گفتم شما 139 انجیل الان دارید. گفت بله. حالا که من گفتم گفت بله. چجوری من 130 تا کتاب رو بچینم جلو بفهمم کتاب اصلی رو از کجا بفهمم؟ چجوری بفهمم؟ فقط تشخیص عقل و علم دیگه، تشخیص دیگه نداره. فقط از راه عقل و علم. زیر بار عقل و علم نمیرفت. همجوری قبول کن. آقا خودت مگه مسیحی نیستی میخوای انجیل عمل کنی؟ 130 جور حرف جلوته. از کجا میفهمی اینو؟ از مسیح اینو گفت، تو خودش هم گفت یک کتاب، یه دونه کتاب نازل شد، اینجوری 130 تا شد. زیر بار عقل و علم نمیرفت. برای اینکه عقل که بیاد وسط و علم، حرف میره رو هوا. میگه عیسی پسر خداست، میگفتن اینا بیشتر مسیح الان همجوری. ببینم الان چند میلادیه؟ 2000 و یعنی 2000 سال خدا بچه دار شده، قبلش عقیم بوده. این همه سال خدا بوده، یعنی عیسی پسرش قبل نداشته پسر دیگه. اون وقتم عیسی پسر خداست یعنی چه؟ یعنی خدا آلتشو کرده تو فرج مریم منی ریخته. خب میگه آلت نداره خدا. یک کسی میگفت خدای به این عظمت آلتش میلیاردها کیلومتر، مریم میگه چقدر؟ عقل نمیپذیره، علم نمیپذیره. همچنین میگه پسر. خب پسر چجوری میشه پسر؟ پیغمبر خودمون به نجرانی‌ها گفت، نجرانی‌ها آمده بودن که مباهله جرأت نکردن بکنن. فرمود چرا میگید عیسی پسر خداست؟ گفت نه، اگه عیسی پسر خدا نیست پس پدرش کیه؟ دلیلشون همین بود. در این ارتباط سوره آل عمران آیه اومده شد، آیه حدود 60 آل عمران، هم ارتباط صحبت پیغمبر با نجرانی‌ها. آل عمران آیه حدود 60، الان میارمش، اینم آل عمران، بله آیه 60 هم بیارم. میفرماد ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. الان صفحش هم بگم کجاست؟ درسته صفحه 57، 5 خط از پایین صفحه بیاد بالا. ان مثل عیسی، پیغمبر فرمود که شما این کتاب رو آورده بودن، کتاب برای بحث آورده بودن، کتاب های آسمانی رو. فرمود این کتاب هایی که شما پلوتونه همه تون قبول دارید که خدا آدم رو خلق کرد و حوا رو خلق کرد. نه آدم پدر داشت نه مادر، حوا هم نه پدر داشت نه مادر. ولی شما نمیگوید آدم پسر خدا هست؟ نمیگوید. برای اینکه آدم مستحق داره، چون باز عیسی ننه تو کار، اون ننه هم تو کار نبود. دلیلشون به هم خود را. گفت پدرش پس کیه؟ گفت آدم پدرش کیه؟ قبول داشتن آدم. آدم شما اصلا تو عمرتون بی پدر مادر از در از آدم سراغ دارید؟ نه پدر داشتن مادر. اما ما همه اولاد این بی پدر و مادریم. ارزان حبان پدر مادر نداشت، دو تا بی پدر و مادر زن و شوهر شد. ببینید گفت خب اونم نداشت. بعد گفتن که آقا فرمودن شما قبول دارید پیغمبر ما که اولاد هر کسی مثل والدشه، مثل پدرشه، اون که از نطفهش درست شده در تمام خلقه، مثل گوساله مثل گاف، گنجش مثل اون گنجش، بزغاله مثل بزه، بچه های انسان مثل انسان و همه بچه شیر مثل شیر. گفتم بله. فرمود چه شباهت عیسی به خدا داره که میگوید پسرشه؟ اصلا خدا قد داره، رنگ داره، جسم داره، دماغ داره، ناف داره، چه شباهتی داره؟ چیه او عیسی به خدا میخوره که پسرشه؟ پسر با پدر خب شبیه دیگه، همچی ساکت شد. ببینه نمیخوان عقل و علم رو بپذیرن، همچی میگم بگو، هم که ما بگم بگو، چی چرا بگو با؟ ببینه عقل رو میخوام، اینا عقل رو چی بکرم؟ عقل بله و قیامت سال عقل خدا. من همین سوره اعراف رو ببینید،
الان اعراف رو میذارم، آیه میخوام بذارم جلوتون. سوره اعراف سوره هفتم قرآنه. اینم اعراف آمدش، الان اون صفحش هم میارم. بله، یه آیه هست، ببینید چه دفاعی خدا داره از عقل میکنه. قرآن دیگه، خب خودش داره میگه ایناش. او بالای صفحه نوشته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه از بالای صفحه شروع میشه. برم برم بزنم چشمم بخوره بخوره. بله، 174 میفرماد ولقد، بالای صفحه است، ذرعنا لجهنم، هر آینه ما برای جهنم خلق کردیم، کثیرا من الجن والانس، بسیاری از جن و انس. چرا؟ چه جرمی کردن مگه اینا؟ لابد انبیا رو کشتن، زنا کردن، لواط کردن، دزدی کردن، روزه نگرفتن، نماز نخوندن، اینا نه خیر، جرم از اینا بالاتره. بخونید، لهم قلوب لا یفقهون بها، من قلب به تو دادم چرا فهم نمی کنی باش؟ فهم قلبی همون تعقل اسمش، اما عقل، اصلا قلب که میگن هم منظور عقله، ولی این قلب که خون پخش میکنه که چیزی نه. ابن قلبت دادم چرا با عقل دریافت نمی کنی؟ تو قلب داری، خب تو نمی فهمی خواهی این هست نیست همجوری. جرم دیگرتون اینه که لهم اعیان، چشم داری، خب نگاه کن، و لهم آذان، گوش داری، خب گوش کن. اینا اطلاعات انسان از اینا میگیره، من و شما اطلاعاتمون رو از دیده ها، از شنیده ها و از عقل میگیریم. خب عقلاشونو چرا به کار نمیندازن؟ اصل گیری همینه، اصلی. شما یه سنی گیر بیار با چی مذهبت، میگه ابو حنیفه. ما ابو حنیفه کی؟ یه آدمی بوده ابو حنیفه که 83 سال بعد از اینکه محمد الله خاکا بوده تازه ننش زایدتش. تاریخ ها هستش دیگه، زمان امام جعفر صادق بوده. درسم رفته خونده، من کتابش دارم چون کار فقهیه دارم. رو کتابش اسمش نعمانه، خودش نوشته که لولا سنتان لهلک نعمان، اگه 2 سال پلو جعفر ابن محمد درس نمیخوندم هیچی بلد نبودم، گفته خودش. خب این 2 سال تزونی درس خونده، اون آقا 34 سال درس میده. خب برو از استاده تجل از شاگرده، اون وقت هم به شدت بی سواده، سواد دینی، قرآن رو نمیفهمه، روایت بلد نیست اینا. آخه تو دین رو که این بلد نیست به تو بگه، عقل کجا میره؟ و ایرانی هم تازه هست، عرب هم مثلا ایرانی هم داره. آخه تو دین رو از کسی میگیری که نه پیغمبر رو دیده، نه قرآن بلده، نه آخه برای چی؟ میگه آه جعفر ابن محمد از کی گرفته؟ ها ائمه یه چشم به هم زدن درس نخوندن، بله، از شکم مادر عالم بودن. بله، این خب معجزات میکردن. همین خود همه ابو حنیفه در منزل امام حسن جعفر رفت تو دم منزل امام شیشم. امام حسن جعفر بچه بود تو حیات، به شاگرداش گفت اینا بچه هاشم بچگی سواد دارن. صدا زد گفت پسر بیا، اسمت چیه؟ گفت موسا اسممه. امام حسن جعفر اسم موسا است. یه بحثی دارن، آخه سنی ها میگن گناه رو خدا میکنه، تا خدا چیزی رو نخواد نمیشه. گفت پسر گناه رو، بحث زیاد بین ما، گناه رو کی میکنه؟ آقا فرمود ابو حنیفه از سه حال خارج نیست. اینا همه بحث های عقلی، یا خدا میکنه انسان هیچ دخالت نداره، یا ابزاریه. مثلا چاقو که شکم کسی رو باره نمیکنه، شما به هم دیر باره میکنی چاقو، هر که زندان نمیبرند یا نمیبرند کتک بزن. یا خدا و انسان با هم میکنن شریکی، یا فقط انسان میکنه. اگه فقط خدا بکنه که این کمال ظلمه که خداوند کار کرده، خب من اینه ببره تو آتش جهنم بسوزون، تو کردی. اگر هم شریک باشن، هر کسی به قدر شرکتش باید سهمشو بده. خدا که خلق کرده، روزی داده، بده 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 بده، آخه سهمی ما نداریم بخوام تقسیم کنیم. از 1000 تا جرم 990 گردن خداست، یکیش میفته. ما خودش راحت بشینه برای 1000 ببره این جهنم، اینم ظلمه. اگر جهنمی باشه فقط خودش بد کرده باشه و سلام. هیچ جوابی نداش بده. گفت نگفتم اینا بچه هاشون بچگی همه چی بلدن؟ بله، علم خدا داشت. ابو حنیفه داشت درس میداد، آخه اون تبلیغش کردن بله لباس کن پول بد میدیم و بگو میخواستن مغازه رو برو هم جعفر صادق باز کنند و مردم تو بنویس فقه بنویس. متا بهش گفتن که
فقی که بنویسه هی خلاف جعفر بنویسه، اون هر چی میده خیلی چیز دیگه که ما بتونیم تشخیص بدیم شیعه ها رو اینا رو. بله بسیار درس میدادن شاگرد میبرد مخش پولم میدادن میدادن که بیان درس. حالا اوائل کن بهلول کسی بود، حالا اونم داستان داره، خودشو به دیوونه که زده بود، بله عاقل بود، حالا مصالحی بمونیم. این نشسته بود، آمده بود اون روز، دید ابو حنیفه داره میگه من سه تا اشکال به جعفر دارم، یعنی با جعفر سه تا اشکال گیره. جعفر چرا میگه ابلیس تو آتش عذاب میشه؟ ابلیس خودش از آتش خلق شده، جنها آتش که نمیتونه آتش رو عذاب کنه، دروغ میگه. چرا میگه خدا دیده نمیشه؟ سنی ها میگن خدا دیده میشه. میگه میشه چیزی باشه و دیده نشه، حالا داره ده. بعدم یه اشکال دیگه هم گرفت، ها بله ها، میگه گناه رو انسان میکنه، این اشکال داشت میگه بر شاگرداش. خدا چیزی رو نخواد که نمیشه، بخواد میشه. شاگردام خب بله داشتن گوش میکردن. این گشت این برای کلوخ گیر آورد، کلوخ خاک مرز متصفه، اومد یه فاصله نزدیک همچیز زد تو پیشونش که چپش کرده رو صندلی افتاد و داغ خون رو ریزی از کدم تو پسر خاله هارون بود جرأت نگه بزنندش وقت چیزی گفت بابا این دیوون هر ببرند ببندن چون بیاد اذیت میکنه فلان اف شکایت. هارون خواستش که چرا زده، گفت آقا خودش میگفت کارو تو خدا نخواد نمیشه، بی من چه خدا خواست، خودش داشت میگفت. و به علاوه مگر نمیگه درد میکنه؟ خودش میگه چیزی که دیده نمیشه باور نکنید، درد دروغ میگه، درد چیزی گو دار بگو درد نشون بده. خودش میگفت چیزی تا نبینید باور نکنید، گفت دردش کو که میگه ناله میکنه دروغ میگه. بعد و دیگر اینکه آقای هارون رشید کلوخ چیه؟ گفت خاک سفته. گفت بشر از چی خلق شده؟ اون همه خاک. گفت خاک که خاکو اذیت نمیکنه که، خودش میگفت که آتش ابلیس رو نمیسوزونه، هر دو از آتیش هم با یه زدنی چیز کرد. نگو دانشمند اینجوری بودم، با یه زدنی هم هرس جواب رو بهش داد. برای چی شکایت کرد؟ خب خدا خواست من دادم، تازه باید تشکر کنی که خدا خواست من. یه دانشمند مسیحی اومده بود بحث میکرد، این ترسید بهلول که این سواد دارن اینا سوادی ندارن اینا غالب نشه و حالا برای مسلمان ها خونست. رفت لالوها اونجا نشست، گاهی مواظب بودن نمیذاشتن چون کارهای اونجوری میکرد و نفع میدن نشست. اون داشت استدلال میکرد که شما مسلمان ها میگوید من کافر نجسم، بله آی خمینی هم میگه میگه کافر نجس، ولی اگه بگم لا اله الا الله محمد رسول الله پاک شما. آخه دو تا کلمه چه تأثیر من داره؟ بدن من سرجاشه، همه چی سرجاشه، هر چی بوده هست که نجس بوده حالا پاک شده. نمیتونست کسی جواب بده. این یهو پا شد چند تا از اون فوشهای چارواداری غلیظ به این طرف، ای چی کنم، این که داره فوش میده، حالا فوشهای بدی هم میداد، کسی هم جلوش نگرفت و چی و فلان اینا، رنگش پرید چیم جواب بدیم ندیم جوری بدنشی قرخ کردم چی فلان. به اینجا یه ساکت شد، گفتش که چرا اینجور شدی تو؟ من چند تا کلمه گفتم تو فقط شنیدی، اگه کلمه اثر نداره خب من گفتم تو شنیدی، چه اثری داره اینجور شدی؟ من چیزی نگم تو که نمیگو حرف زدن اثر نداره، من چند تا حرف زدم کاری نکردم، چرا رنگت پری، چرا میلرزی؟ نه گوه کلمه اثر نداره و چرا کلمات من اینجور تغییر کردی؟ ببینم چجور جواب میدم. خب کارت نکرده من کنچام، برای چی میلرزی، برای چی رنگت پریده، برای چی فلان؟ گفت کلمه اثر داره دیگه که خودت بگو اثر نداره. حالا برگردیم ببینیم مسائل عقل، عقل رو میخوایم. تو روایت ها داریم که درجه بهشت هر کسی به قدر حجم عقلشه. نمیشمرن نماز چند تا خوندی، روزه چند تا گرفتی، خمس چند ریال دادی، نه، عقلت بیشتر باشه درجات بالاتره. چرا؟ هرچی اطاعت خدا کنیم خود عقل زیاد میشه. الان چون ماشین شما نشستی چرخا در روزه میچرخه، ولی اون تابلو نشون میده چه سرعتی، عقل نشون میده چه چقدر اطاعت خدا میکنی. هرچی بیشتر اطاعت کنیم عقلمون بیشتر میشه، هرچی بیشتر عقل بیشتر میشه. تو تشخیصش با خداست، عقل اینطوره.
به کار بگیریم عقل. و خدا ببینه چه برخوردایی کرده، میفرماد یجعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون. کسی که عقل رو به کار نمیگیره، آیه حدود 100 یونس، سوره یونس آیه 100 رو بیارید. اینم یونس آوردم، آیه 100ش هم حدود صفحه 220. در 220 خط چهارم، خط چهارم، اول خط سوم رو بگم که نوشته ولو شاء رب. پیغمبر خیلی زحمت عجیب غریبی میکشید که مردم ایمان بیارن، دین پیدا کنن، بپذیرن اعتقادات رو، جایی که خیلی به زحمت انداخته بود خودش. خدا بهش میگه که ولو شاء رب، پیغمبر من اگه اراده کنم، اراده تکوینه، یعنی بخوام یه چیزی رو، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، یه اراده میکنم همه عین تو میشه، ولی به درد میخوره، اختیاری نیست، چیزی که اختیاری نیست که، مزد نداره، خودشون باید ایمان بیارن. اف انت تکره الناس، تو به زور میخوای حتی یکون مؤمنین، مردم رو مؤمن کنی، تو کارت کرده خب نمیشن، اختیار دارن نمیشن. پشتش آیه میگه اون خیلی مهمه، و ما کان لنفس، تو قرآن همش مهمه، و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، اصلا نمیتونه کسی ایمان بیاره مگر خدا اجازه بده. او شما اجازه میده کسی بیاد تو خونت، خود اجازه بده بیاد تو خونت، ما ایمان به خدا رو میخوای تو قلبت ببری، اجازه نمیده خدا، مگه اجازه بده؟ تو میخوای چیزی تو قلبت ببری که بهشت ابد رو میخواد بهت بده، دوستت خدا بشه، الله ولی الذین آمنو، مگه ارزونه که بهت بده؟ ما کان لنفسن که ایمان بیاره الا به اذن الله. بعد پشتش گفته من چه جوری میکنم، و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اینا که ایمان به خدا نمیارن، عقل رو به کار نمیگیرن، به این رجس گرفتارن که ایمان نمیارن. چرا عقل رو به کار نمیگیری؟ و یجعل الرجس علی الذین، از این آیه شدیدتر تو قرآن هست، میفرماد ان شر الدواب، بدترین جمنده ها از سگ و خوک و هر کی تو کره زمین، کسانی هستن که صم بکم الذین لا یعقلون، کر و بکم، یعنی از شنیدن حقایق کرن و از گفتن حقایق لالند و عقل رو به کار نمیگیرن، اینا بدترین جنبنده ها هست. شر الدواب، عقل رو میخوان. و امام صادق فرمود من کان عاقلا، کسی عقل رو به کار بگیره دین پیدا میکنه، عقل حکم میکنه برای، و من کان عاقلا دخل الجنه. عقل چی شده که پیغمبر اسلام خدا خلق میکنه؟ از تمام عقلی که خدا خلق کرده، کل عقل، این روایت ها، 100 قسمت کرده، عقلی که خلق کرده 99 تاشو آکبند داد به محمد ابن عبدالله. اون 100 بین تمام ملائکه، ملائکه عقل دارن، شهوت اینا ندارن، خیلی هم زیادن، و بین تمام جن ها و بین تمام انسان ها تقسیم کرد. اون 100 توی اون تقسیم هم پیغمبر حضور داشت و از همه بیشتر سهم گرفت، یعنی اگه 99% هم پلوش نبود، باز عاقل تر از همه بود. این همه عقل برای چی بهش میده؟ ای بندگی خدا میخواد بکنه، عقل برای این اطاعت ها مال عقل. این که امیرالمومنین جانشین پیغمبره، وارثه، به امام حسین میگو وارثه چی؟ وارث عقل پیغمبره و وارث علم پیغمبره، عقلش پلوشه، علمش پلوشه. اداره اجتماعات خود آدم عقل و علم میخواد، عقل، عقل پیغمبر. بحث میکرد، دیدم تو من هست، حتی دو سه روز پیش دیدم تو تفسیر نمونم، دیدم آقای مکارم تو سوره اعراف بود، داشتم تفسیر رو میخوندم، میگه این که ما بحث میکنیم علی ابن ابی طالب از همه انبیاء اولوالعزم غیر از پیغمبر بالاتره، چون بقیه اولوالعزم علم پیغمبر رو نداشتن، این قرآن پیغمبر کمتر بوده، ولی علی همه رو دوره و همه رو عمل میکنه، خب بالاتر، چون عقل رو داره، اون علم رو داره. ما زمان الان عقل پیغمبر پلوشه، علم پیغمبر هم پلوشه، اگر نداشت اجازه نمیداد خداوند به مردم ریاست کنه. بعد عقل میخوان، علم میخوان. ما چه کنیم عقلمون زیاد بشه؟ میگن هی اطاعت خدا کن عقل زیاد میشه، اطاعت کن عقل زیاد میشه.
میگن موسی آمده بود پلو خضر درس بخونه، این تو قرآن دست تو سوره کهف. حالا چه آخرش گفت جناب خضر چه کار کردی خدا این علم رو به تو داد؟ گفت معصیت نکردم خدا به من داد. معصیت نکنی میداد. خدا به قرآن کریم دستمونو بکشه، خدا عقل هممونو زیاد کنه، خدا ما رو از عقلا قرار بده، خدا آنی از فرمان عقل ما رو خارج نکنه. اللهم صل علی محمد.